به نام خداوند بزرگ و خبرهای ساعت 8 شب از تلویزیون بیگ خوش آمدید. امروز چهارشنبه 12 جدی 1397 خورشیدی است که مصادف می شود به 2 جنوری 2019 میلادی. نخواست سرخط خبرها: سقوط یک پوسته نیروهای امنیتی به دست طالبان در ولسوالی یاقچه، کشته و زخمی شدن بیشتر از 3 طالب در نقاط مختلف کشور، و در اخیر هم حمایت آمریکا از اسرائیل برای مقابله با ایران. مشروع خبرها با من محمود رسولی. شماری از مقامهای محلی و باشندگان ولایت جوزجان تایی برگزاری محفل حمایتشان را از افتتاح راه لاجورد اعلام کردند. توافقنامه راه لاجورد که در ماه اکتبر 2017 میان کشورهای افغانستان، ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان و جورجیا به امضا رسید که می تواند افغانستان را از این طریق به بازارهای اروپایی وصل کند. شماری از مقام‌های محلی و باشندگان ولایت جوزجان حمایتشان را از افتتاح راه لاجورد اعلام کردند. توافقنامه راه لاجورد که در ماه اکتبر 2017 میلادی میان کشورهای افغانستان، ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان و جورجیا به امضا رسیده بود، می‌تواند افغانستان را از طریق کشورهای منطقه به اروپا وصل کند. به گفته الحاج مولوی لطف‌الله عزیزی، والی ولایت جوزجان، راه تجاری لاجورد 2000 سال پیش طرح‌ریزی شده بود که در زمان حکومت فعلی کشور روی دست گرفته شد. طرح این راه تجاری در 24 عقرب 1393 به ابتکار افغانستان در وزارت خارجه ترکمنستان با اشتراک کشورهای زی داخل و بحث گرفته شده بود که به عنوان یک طرح افغانی پذیرفته شد که بعد از مدت 4 سال به امضا رسید. کشورهای عضو توافق راه تجارتی لاجورد افغانستان، ترکمنستان، گرجستان، آذربایجان و ترکیه می باشند که اموال تجارتی تاجران با کمترین زمان و کمترین هزینه به بازارهای اروپایی منتقل می شود. راه تجارتی لاجورد در هفتمین نشست همکاری منطقوی ریکا به امضا رسیده است که 2800 کیلومتر طول دارد و از مسیر ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان، دریای سیاه و ترکیه عبور کرده به اروپا وصل می شود. راه لاجورد به ابتکار افغانستان طرح با کشورهای زیدخل در میان گذاشته شد در سال 1393. البته در 24 عقرب 1393 در وزارت خارجه کشور ترکمنستان زیر بحث قرار گرفت و این طرح را حکومت افغانستان پیشنهاد کرد به کشورهای زیدخل، یعنی 4 سال قبل از امروز. این خوشبختانه به مثابه یک طرح افغانی در اونجا پذیرفته شد. از این مسیر ترانزیتی از مناطق آقینه بیشتر هم گفتن استفاده میشه و از ترقندی هم استفاده میشه و بندر ترکمنباشی ترکمنستان ختم شده و سپس از مسیر شهر باکو آذربایجان به منطقه تفلیس گرجستان وصل می شود که برای اولین بار به شکل نمایشی 9 موتر باربری که 180 تن مواد را حمل میکرد که شامل قالین، کنجد و تخم تربوز بود به اروپا رسید. گفته می شود قبلا انتقال اموال تاجران تا بازارهای اروپا 3 تا 4 ماه طول میکشید، اما حال انتقال اموال تجارتی از طریق راه لاجورد در حدود 20 روز به اروپا میرسد که این راه لاجورد از بندر آقینه در ولایت فاریاب و بندر ترغندی در ولایت هرات شروع و از طریق ترکمنستان به بحیره کسپین و از آنجا به آذربایجان و سرانجام به بحیره سیاه میرسد. چند کابن مقدار 180 تن به داخل 9 اراده تیلری توسط ارادجات افغانستان به حضور داشت جلالت ما محترم محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور به مقصد مارکت های جهان شامل قالینبا، کنجد، تخم تربوز و غیره به مقدار کافی صادر گردیده است. این یکی از دستاوردهای مهم حکومت وحدت ملی است که طی آن تاجران می توانند اموالشان را به اسرع وقت با کمترین هزینه و بدون اینکه در گمرکات کشورهای خارجی اموالشان را تخلیه کنند به بازارهای اروپایی بفرستند. در دو رویداد جداگانه در ولسوالی یاقچه ولایت جوزجان یک پوسته امنیتی سقوط کرده و یک تن از سربازان پلیس ملی کشته شده است.
گفته می شود که طالبان با استفاده از سلاح دوربیندار شبین یک تن از سربازان پلیس ملی مستقر در پوسته کلاباف را مورد هدف قرار داده است. پوسته کل بقال ولسوالی اقچه جوزجان شب گذشته به دست طالبان سقوط کرده است. غلام سخی سبحانی ولسوال اقچه جوزجان در یک تماس تلفنی با تایید این رویداد به تلویزیون بیک گفت شب گذشته طالبان بر پوسته امنیتی کل بقال و قصد سقوط حمله نمودند که در نتیجه پوسته متذکره را تصرف کردند. به گفته آقای سبحانی در پوسته کل بقال نیروهای خیزش مردمی جابجا بودند که بدون تلفات از پوسته یاد شده عقب نشینی کردند و همچنان در یک رویداد جداگانه طالبان شب گذشته یک سرباز پلیس ملی را در ولسوالی آقچه این ولایت در پوسته کلاباف با استفاده از سلاح دوربیندار شبین به قتل رساند. پوسته کلبقال اونجا نیروی ما بود، نیروی خیزش مردمی بود، اونا یک بجه دو بجه اینا محاصره میشن، باز مجبور میشن که پوسته را اینا رها میکنن. انشالله بر پسگیری پوسته ما تدابیر گرفته شدیم، انشالله یک دو روز بود ما عملات خود شروع میکنیم. طالبان تا اکنون در این مورد بر رسانه ها چیزی نگفتند. وزارت زراعت ساخته 4 پروژه را به هزینه 93 میلیون افغانی در ولایت ننگرهار آغاز نموده است. این پروژه ها که سبزخانه های تجاری، سربند، توزیع بسته های مرغداری و ایجاد فارم های مرغداری می باشد، هر کدام به هزینه های مختلف در ولسوالی های کم انکشاف یافته این ولایت به بهره برداری سپرده می شود. همچنان باید گفت که وزارت زراعت در سال جاری 680 میلیون افغانی در زمینه‌های مختلف زراعتی در این ولایت سرمایه گذاری کرده است. با گفته نصیر احمد دورانی وزیر زراعت، کار ساخت 4 پروژه از قبیل 75 سبزخانه تجارتی و هزینه 49.3 میلیون افغانی، یک سربند که قابلیت آبیاری 500 جریب زمین را دارد، توزیع بسته های مرغداری به هزینه 27.3 میلیون افغانی و ایجاد فارم های مرغداری به هزینه 15.2 میلیون افغانی آغاز شده است. این فارم های مرغداری 500 و 50 خانواده در دو ولسوالی این ولایت می باشد که با لوازم مورد نیاز آن ایجاد گردیده است. توزیع بسته های مرغداری که در ولسوالی های کم انکشاف یافته این ولایت به خانواده های نیازمند صورت گرفته، به هر یک از 1000 فامیل هر ولسوالی و 250 خانواده در هر فامیل 30 قطعه مرغ تخمی با وسایل آن فراهم ساختند. آقای دورانی در این سفر خود در ولایت ننگرهار با اعضای اتحادیه ها و کوپراتیف های زراعتی و مالداری و مسئولان فارم های مرغداری، زنبورداری، شرکت های تولید روغن و نباتات تیلی در این ولایت دیدار و به مشکلاتشان وعده رسیدگی سپرده است. همچنان وزارت زراعت در سال جاری 680 میلیون افغانی را در زمینه های مختلف زراعتی، توسعه مالداری، مدرنسازی باغداری، بهبود وضعیت آبیاری و افزایش حاصلات در ننگرهار سرمایه گذاری نموده است که باعث افزایش حاصلات زراعتی و کاهش کشت کوکنار در این ولایت شده است. نیروهای امنیتی افغان 12 عملیات را در نقاط ناامن کشور بالای پایگاه های مخالفین مسلح دولت را اندازی نمودند. در خبرنامه‌ای که از سوی وزارت دفاع ملی پخش شده آمده است، در اثر این عملیات به 7 تن از طالبان مسلح کشته شده و 10 تن دیگرانان زخمی شدند. همچنان یک فرد مشکوک از سوی نیروهای امنیتی دستگیر گردید. طی 24 ساعت گذشته نیروهای دفاعی کشور 12 عملیات را با حمایت نیروهای هوایی کشور در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده اند. در نتیجه این عملیات در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا 11 دهشت افکن کشته، یک تن زخمی و یک فرد مشکوک دستگیر شده. در ساحه مکتب خانقاه ولایت ورزگان 8 دهشت افکن کشته شده و در ولسوالی اندرغاب ولایت زابل 6 دهشت افکن کشته و 3 تن دیگر زخمی گردیده اند. طالبان در مورد کشته و زخمی شدن افرادشان تا اکنون چیزی بر رسانه ها نگفته اند.
امریکا اطمینان داد که همچنان در مقابله با ایران با اسرائیل همکاری میکند. تصمیم دولت امریکا به خروج نیروهایش از سوریه هواداران اسرائیل را نگران کرده بود که ایران از خلاء قدرت استفاده کرده و تهدیدی علیه اسرائیل می شود. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا بعد از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که کشورش درباره بحران سوریه و همین طور در مقابله با ایران در خاورمیانه با اسرائیل همکاری خواهد کرد. تصمیم دونالد ترامپ به خروج نیروهای آمریکایی از سوریه با انتقاد سیاستمداران آمریکایی روبرو شد که میگفتند این تصمیم باعث می شود که اسرائیل در خطر بیفتد. صحبت‌های آقای پومپیو پاسخی است به این نگرانی‌ها. آقای پومپیو گفت تصمیم رئیس جمهور درباره سوریه به هیچ وجه تغییر در همکاری کاخ سفید با اسرائیل ایجاد نخواهد کرد. او گفت که آمریکا همچنان در ضدیت با داعش با اسرائیل همکاری می‌کند. با گفته آقای پومپیو آمریکا همچنان خود را نسبت به امنیت اسرائیل و ثبات خاورمیانه مسئول می‌داند. نخست وزیر اسرائیل هم بعد از این دیدار گفت که آمده است درباره طرح‌هایش برای افزایش همکاری‌های اطلاعاتی و عملیاتی را با مقام‌های آمریکایی صحبت کند تا بتوانند جلو رفتارهای متخاصمانه ایران را بگیرند. هر دو مقام اسرائیلی و آمریکایی برای شرکت در مراسم سوگند ریاست جمهوری ژایر بولسونارو به برزیل سفر کرده بودند و دیدارشان در حاشیه آن مراسم بود. تصمیم آقای ترامپ مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از سوریه خلاف نظر بسیاری از اعضای ارشد کابینه اش بود. این تصمیم در نهایت منجر به استعفای وزیر دفاع آمریکا هم شد. آقای ترامپ برای کاستن از شدت انتقادها به تصمیمش در روز یکشنبه با یکی از سناتورهای سرشناس جمهوری‌خواه دیدار داشت. سناتور لندزی گراهام که با شدت از این سیاست انتقاد کرده بود بعد از آن جلسه گفت که احساس بهتری نسبت به تصمیم آقای ترامپ دارد و گفت که آقای ترامپ بنا نیست سوریه را خالی کند تا ایران جای آمریکا را در آن کشور پر کند. آقای ترامپ همچنین تصمیم اولیه خود مبنی بر خروج زودهنگام نیروهای آمریکایی از سوریه را تغییر داد و گفت که نظامیان آمریکایی به تدریج از سوریه خارج می شوند. آمارها نشان می دهد که در سال 2018 میلادی آمار مرگ در حوادث هوایی در مقایسه با سال 2017 افزایش چشمگیری یافته، اما همچنان نهمین سال امن در تاریخ پروازهای تجاری بوده است. سازمان شبکه ایمنی هوایی میگوید که سال پیش 556 نفر در سوانه هوایی کشته شدند، در حالی که آمار آن در سال قبل از آن 44 نفر بود. اما 2017 ایمن‌ترین سال در تاریخ پروازهای تجاری به حساب می آید. بدترین حادثه سال پیش در ماه اکتبر اتفاق افتاد، زمانی که یک هواپیمای شرکت لایون ایر در اندونزی سقوط کرد و 189 سرنشین آن جان باختند. سازمان شبکه ایمنی هوایی که در هلند قرار دارد گفت در سال 2018 15 حادثه مرگبار هوایی رخ داده است، اما به گفته این سازمان 2018 هنوز یکی از ایمن‌ترین سالها در تاریخ پروازهای تجاری است. در 20 سال اخیر ایمنی هوایی در حال افزایش بوده است. هارو رانتر مدیر شبکه ایمنی هوایی گفت اگر آمار حوادث از 10 سال پیش تا به حال ثابت مانده بود، سال پیش 39 حادثه مرگبار می داشتیم و با آمار سال 2000 باید 64 حادثه مرگبار می داشتیم. این نشان می دهد که در دو دهه اخیر در زمینه ایمنی هوایی پیشرفت خیلی زیادی کرده ایم. شبکه ایمنی هوایی گفت حوادث ناشی از خارج شدن از کنترل موسوم به LOC یک نگرانی عمده برای صنعت هوانوردی است، چون این گونه حوادث مسئول حداقل 10 مورد از 25 حادثه ناگوارتر 5 سال اخیر بوده است. LOC به انحراف غیر قابل تصحیح از مسیر تعیین شده پرواز اشاره دارد و میتواند ناشی از ناکامی مکانیکی، اقدام انسانی یا تلاطم در هوا باشد. شبکه ایمنی هوایی گفت این حوادث اغلب مرگبار هستند. در سقوط هواپیمای شرکت لایون ایر در اندونزی، یک بوینگ 737 میکس به فاصله کوتاهی پس از ترک مبدا در دریای جاوا سقوط کرد. معلوم شد که هواپیما به دلیل ایرادهای فنی نباید پرواز میکرد. همچنان با سقوط 3 هواپیما که یکی با 112 سرنشین در کوبا سقوط کرد که به مرگ همه سرنشینان منجر شد،
علت آن حادثه خطای انسانی اعلام شده است و دیگری 66 نفر در سقوط هواپیمایی در کوههای زاگرس ایران کشته شدند و سیومی هواپیمای هنگام فرود در فرودگاه کاتماندو در نیپال دچار سانحه شد که 51 نفر در آن کشته شدند. یک مرد 50 ساله آلمانی و زن راندن موتر خود به میان گروهی از مردم از جمله شهروندان سوری و افغان دستگیر شده است. 4 تن در این حادثه زخمی شدند که یکی از آنها همچنان در شفاخانه بستری است. پلیس آلمان گفته که این مرد بعد از نیمه شب سال نو موتر خود را در یک مرکز خرید بیروبار در شهر پوتراب در شمال آلمان به میان رهگذران رانده است. پلیس آلمان گفته است که این مرد بعد از نیمه شب سال نو موتر خود را در مرکز خرید بیروبار در شهر بوتراف در شمال آلمان به میان رهگذران رانده است. گزارش می شود او بعدا موتر خود را متوقف کرد و سخنان نجات پرستانه به زبان آورد. پلیس همین موقع او را دستگیر کرده است. پلیس گفته است که راننده پیشتر سعی کرده بود آبری را زیر موتر کند، اما این رهگذر موفق شد جا خالی دهد. به گفته پلیس او بعدا گروهی را در یک ایستگاه سرویس در شهر اسن در آن مجاورت هدف قرار داد. هوبرت رول وزیر امور داخلی ایالات راین وستفالیا شمالی گفت یک مرد آلمانی عمدتاً موتر خود را به داخل جمعیت رانده است. حاضران عمدتاً خارجی بودند. این مرد به روشنی قصد کشتن خارجی ها را داشت. در بیانیه‌ای که پلیس پیشتر منتشر کرده آمده است، محققان سوی زن دارند که این یک حمله عمدی است که به دیدگاه‌های بیگانه ستیزانه راننده ارتباط دارد. به علاوه محققان اطلاعات اولیه درباره بیماری ذهنی راننده دارند. این بود مجموعه خبرین ساعت از تلویزیون بیگ. بقیه اوقاتتان خوش.